سیم مرغ مرغی است افسانه‌ای که به جهت داشتن صفات اهورایی و سیمای اساطیریش در فرهنگ و ادب ایران زمین از دیرباز حضور داشته است. سابقه حضور سیمرغ در فرهنگ ایرانی به پیش از اسلام برمی‌گردد. از آنچه که از اوستا و آثار پهلوی در اختیار داریم می‌توان دریافت که این مرغ مرغی است فراخ‌بار و بر درخت درمان بخش که در بردارنده تخم همه گیاهان است آشیان دارد. سیمرغ مرغی است الهی و مقدس و آنچنان که در شاهنامه می‌بینیم این مرغ در سرنوشت قهرمانان و حوادث اساطیری نقش دارد. بر بلندای کوه البرز آشیان دارد، بر همه رازهای جهان داناست و بر هر مشکل چاره ای دارد. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از غروب. بر آن جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود. رد پای سیمرغ را در منطقه تیر عطار نیز میتوان یافت، آن زمان که همه پرندگان گرد هم آمدند تا از هدهد دانا رهنمود خواسته رهبری برای خود انتخاب کنند. مجمعی کردند مرغان جهان، هرچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار هیست خالی هیچ شهر از شهریار. از چه رو اقدیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن را نیست. خود خود با بیان این موضوع که پادشاه پرندگان مرغیست با نام سیمرغ، کوه قاف را مکانی جهت یافتن سیمرغ عنوان می کند و تذکر می دهد که برای دیدار با پادشاه پرندگان هفت وادی را می بایست سپری کرد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. نخستین وادی اشاره به جایگاه طلب است، وادی دوم عشق و استقامت، وادی سوم کسب حرف و دانش، وادی چهارم بی‌اعتنایی به وابستگی‌های دنیوی و مادی، وادی پنجم وحدت و یکپارچگی، وادی ششم وادی حیرت، بدان معنا که فردیت فراموش شده و هر کس خود را در قالب گروهی از مرغان می‌دید که هر لحظه به هدف خود نزدیکتر می شود. از این روی در وادی هفتم پس از گذر از مصائب و سختی ها به بسیار، تنها سیمرغ از خود فانی و با پیوستن به یکدیگر باقی و جاودان شدند. آنجا بود که این حقیقت آشکار شد که پادشاه پرندگان و یا همان سیمرغ ما بود موجودی نبود جز سی پرنده که بال به راهی بس پر خطر فرسوده بودند و در آرزوی یکی شدن دره به دره زخم برداشته بودند. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ. و امروز دگر بار سیمرغ اساطیری ایران زمین سر از خاک سر افسانه بر می دارد و بال بر جستجوی آزادی می گستراند. برنامه رستاخیز سیمرغ همچون هدهد خردمند جوانان آزادی خواه را که هر یک از شهر و دیاری گرد آمده تا در وادی وحدت و یک پارچگی ایرانی آزاد و سربلند را به نمایش بگذارند،
به سوی یافتن سیمرغ سوق خواهد داد. جاوید شاه پایند ایران رستاخیز سیمرغ. خب درود دوستان عزیز، وقت شما خوش. امروز دوشنبه 20 خرداد 2578 شاهنشاهی ایرانی با یک ویژه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً توی فیسبوک دوستان برنامه رو پخش کنید. توی اینستاگرام متاسفانه نشدیم برنامه رو بذارم. با جناب کمالپور هستیم و یک دوست و یک مبارز واقعی رو هم کنار خودمون داریم. امروز شاید برای اولین بار یک قسمتی از یه سری برنامه‌ها رو برای شما بیاریم روی پرده. جناب اشکان نکویی عزیز درود بر شما، خیلی خوش اومدین اشکان جان. اشکان جان میکروفونتون بسته است. اوکی، درود بفرستم به شما جناب آقای کمالپور، آقای قاسمی و تمام بینندگان محترم و مرسی از اینکه بنده دعوت کردید و در خدمتتون هستم. عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه بریم سراغ جناب کمالپور، رستاخیز سیمرغ یا سیمرغ یه فلسفه داره که اول برنامه هم گذاشتم و حالا شاید خیلی ها فقط گوش میکنن متوجه معنی و مفهوم این فلسفه نمیشه. جناب کمالپور درود بر شما، خیلی خوش اومد. درود بر شما جناب قاسمی عزیز، درود اشکان گرامی، درود دارم خدمت یکایک همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که بیننده این برنامه هستن. ویژه برنامه رستاخیز سیمو، یکی دیگر از برنامه های ویژه با نفوذ در قلب دشمن. مواردی را امروز خواهید شنید و فکر کنم همونطور که جناب قاسمی گفتم برای اولین بار یک بخش دیگه از کارهای ما را خواهید دید که ببینید میهن پرستان واقعی، به اندازان واقعی و پادشاهی خواهان واقعی هیچ وقت پشت هم دیگر را خالی نخواهند کرد و کاملا همسو و به موازات هم در یک مسیر حرکت میکنند و با یک برنامه مهندسی شده به راحتی میتونن هر دشمنی رو در هر جایی متلاشی کنند. در ادامه با شما خواهیم. بله سپاسگزارم جناب کمالپور. خب اشکان جان شما امروز رفتی در تلویزیون شخصی به نام شهرام شارلاتان و از تریبون خودش یه سری سوالات رو مطرح کردی و یه سری مطالب رو گفتی. اول میخوام، چون میدونم استرالیا الان خیلی دیر وقته و شما الان بعد خیلی وقت پیش میخوابیدی، احتمالا فردا بدونی سر کار، یه توضیح به ما بده ببینیم چه خبر شد، چه اتفاقی افتاد، تا بعد من یکی یکی به اون سوالایی که اون آقا پرسید با مستند پاسخ میدم. خواهش میکنم. عرض کنم که دعوتی شده بود از من برای حضور در برنامه لایف در کانال یک آقای شهرام. بنده اولش مردد بودم برای حضور در این برنامه و حقیقتا نه به خاطر شخص اجرا کننده اون برنامه، به خاطر مالک اون تلویزیون و اینکه دوست نداشتم به خاطر شخص ایشون، چون اهدافم تفکراتم اصلا با ایشون همسو نیست و دوست نداشتم در این تلویزیون شرکت کنم، ولی خواستم یه سری سوالا رو برای خودم مطرح بکنم که ذهن خودم باز بشه
من هر کسی تفکر خودشو داره، هر کسی میتونه هر فکری که دوست داره بکنه، ولی من برای باز شدن فکر خودم و اینکه بدونم واقعا داستان چیه و چطور داره پیش میره، کجای کاریم، چی کاره ایم و چی کار باید بکنیم، خواستم یه سری اون سوالا رو مطرح کنم. حتی من با مجریم در میون گذاشتم و گفتم که من میخوام یه سری سوالات رو مطرح کنم و راجع به اپوزیسیون، راجع به این داستان ها، راجع به مسائل صحبت بکنم. ایشون هم دوستان قبول کردن و گفتن حتما این کار بکن، مشکلی نبود. من با مجری برنامه هیچ مشکلی ندارم. الان چون عرض کنم که موضوع و هدف و چیزی که من میخواستم بدونم شخص دیگه و کار کسی دیگه ای بود، متوجه این؟ یه سری سوال ها مطرح کردم که به هر حال سوال هایی بود که از طرف خود من درست نشده بود این سوال ها و سوال هایی که همه هم میدونیم تو فضای مجازی پخش شده و عرض کنم که برای همه یه سواله که آیا واقعا آقا اینا حقیقت داره نداره و بهترین شخصم به نظر من، بهترین کسی که میتونه جواب این سوالا رو بده برای مردم یا حداقل خود من، کسی نیست جز شخص خود اون آقا. چون الان ببخشید من اینجوری میگم، شاید از آقای کمالپور این سوالو بکنم یه جواب بده، شما یه جوابی بدی، اون آقا یه جوابی بده، من نمیتونم جواب درست رو بگیرم. دقیقاً تنها کسی که میتونه این جوابا رو بده شخص آقای همایون بود که من تصمیم گرفتم تو برنامه خودشون، تو تلویزیون خودشون این سوالا رو بپرسم برای اینکه ذهن خودم و مردم باز بشه. ولی متاسفانه آخرش من مزدور شدم، تریاکی شدم، تو همین برنامه عرض کنم مشروب خور شدم، پارتی برو شدم. البته من آره مشروب میخورم، عرض کنم که پارتی که مثلا جزی از کارمه، من کارم موزیکه، عرض کنم که کبابم که میخورم آقا، آره کبابم دوست دارم. اتفاقا من در هفته شاید بهتون بگم دو سه روز برنامه باربیکیو دارم تو بالکن خونم. اینا یه مسائلیه که اصلا داستانه شخصی منه. من نمیدونم در جواب این سوالا چرا آقای محسن، ببخشید اسمش کنم نمیخوام بیارم، اصلا دوست ندارم اسمش رو بیارم، چرا باید در جواب سوالای من جوابش این باشه که تو تریاک میکشی، تو پارتی میری؟ آقا خب اصلا من گیرم فرض مثال، من اصلا اینجا که تریاک پیدا نمیشه این از این دو من، من تالا تو عمرم اصلا لبم به این قضیه نخورده، اصلا این طور که گیری من بکشم اصلا آقا چه دوزی که نکردم که، یا عرض کنم که تو حالا مسائل دیگه که اصلا نمیخوام اینجا رو عنوان بکنم. این مسائل شخصی منه، من یه سوال کردم، جواب سوال منو بده. شما اومدی بالا میگی که برگشته میگی که آقای اشکان نکویی اومد مردم رو به مردم گفت خاک بر سرتون. آقا من که این حرف زدم، چرا داری فرافکنی؟ دقیقا ببینید مسئله این بود، بحث صحبت تو برنامه این بود که چرا مردم ناامیدن نسبت به ما. خب دارن میبینن که ناامیدن دیگه. آقا علنا جلو چش خود مردم من اومدم چهار تا سوال محترمانه با شما در میون گذاشتم، بعد یکی دیگه میاد بالا علنا تو روی مردم میگه که آقا شما اشکان کوی اومد گفتش که خاک بر سر مردم، من غلط بکنم یه همچین حرفی بزنم؟ خب مردم اینا رو میبینن ناامید میشن، بایدم بشن آقا، بایدم بشن. خب اشکان جان، این ظاهر قضیه بود و اتفاقی که امروز افتاد. جواب کمالپور، شما یه مقداری مسائل رو به قول معروف بشکافید، باز کنید. شاید خیلی از این به قول معروف افراد، اولا من یه درود بفرستم خدمت جناب آتابای عزیز که هستن برنامه رو میبینن. جناب آتابای، من برای شما چند بار پیام گذاشتم و باید با شما یه گفتگویی بکنیم، چون شما اولین کسی بودی که به قول معروف به شهرام همایون پا به چی میگن پاشو به این عرصه به این شکل باز کردی و خیلی گفتنی هایی دارید شما که باید این گفتنی ها رو ملت ایران بدونن. پس لطفا هر موقعی که حالتون مناسب بود یه قرار بذاریم با هم یه گفتگوی بکنیم، خیلی مسائل رو شما یه مخصوصا یه قسمتش هم گفتی که از توی یوتیوب برداشته شده، راجع به اون خیلی ما با هم دیگه صحبت ده. جا کمال پور بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با مسائلی که خب پشت پرده است، اگر اشکان گرامی اوکی بدن من مطرح میکنم یه بخشایی، البته نه صحبت کل صحبت رو. اما اشکان جان، این یکی از پروسه‌های کاملا تعریف شده و مهندسی شده است برای شبکه‌هایی که بهش شبکه‌های فکرسنی دوستان جلسی اطلاق میشه.
یکی از وظایف اینها ایجاد یأس و ناامیدی برای مردم داخل ایران، یکی از وظایف اینها ایجاد تفرقه یا سلب اعتماد مردم داخل ایران نسبت به اپوزیسیون خارج از کشوره. و امروز ما شاهد این هستیم که تلویزیونی که این همه ادعا میکنه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی طرح حکومت ملی داره، ارتش سفید را انداخته، تا چند وقت میگه ارتش سرخ و استفان یه ارتش رنگی کمانی را بندازه، ارتش صورتی هم قرار را بندازه. بله خدمت عرض کنم که میاد به یک سری مواردی میپردازه مثل ورود افراد فاقد اخلاق اجتماعی در قاب تلویزیونی که به قول خودش، به ادعای خودش در داخل ایران مخاطب داره. دیدن این افراد از این که ببینن، یعنی مردم داخل ایران ببینن یک چیزی به اسم یک موجود زنده، حالا میتونه یک جلبک تکسلولی باشه، میتونه یک نمیدونم کلاغ باشه، فقط بیا قار پدر گوش مردم در میاره، بازخورد منفی داره، میگه این اپوزیسیون جمهوری اسلامی که اومده خودش میگه من این جرم ها رو مرتکب شدم. از اون طرف نفر بعدی رو میاره، فیلمایی که ازش منتشر میشه به اون وضع فاجعه با این، یک پروسه کاملا دیکته شده و برنامه‌ریزی شده است. یکی از نخستین آموزش ها که من فکر میکنم شهران چالاکان در طول سال 59 تا 64 دیده، ایجاد جنگ روانی برای تفرقه اندازی بین مردم و اپوزیسیون. یعنی یکی از نخستین اپوزیسیون های صادراتی جمهوری اسلامی شهرام شالوتان، و به راحتی تونست بعد از یه مدت این تلویزیون رو به دست بگیره و این موج را بندازه. و امروز شاهدش هستیم که در طول همین دهه اخیر هر جریان استخونداری میخواد شکل که بتونه جمهوری اسلامی رو کمرش رو بشکنه، مردم رو نجات بده، ایران آزاد بکنه، شهران همایون بلا فاصله میاد وطن زیر کمرش رو میگیره و صافش میکنه و دکدکش میکنه تغییر مردم. اما اینکه دوستان، من نمیدونم اشکان جا موافقه یک بخشی از اون بازی های جنگ روانی اون رو مطرح کنیم، دوستان بفهمن که بدونن در جریان باشن یا نه. خیلی خدمت رو ارز کنم، ما یک مدت قبل، حالا حدودش مهم نیستش، صحبت هایی رو با چند تا از دوستان کردیم، خیلی از دوستان اومدن، ولی از همون روز اول طبق توافق و صحبت هایی که با هم دیگه داشتیم، ما ارز کنم نکوی قرار شد پشت پرده و به قول معروف چراغ خاموش بره جلو و ظاهرم نشون بده برخلاف ماها داره حرکت میکنه تا دشمنانی که واقعا اپوزیسیون و مردم رو سردرگم کردن که مردم نشناسن و دستاشون رو کنن و اطلاعات مفیدی رو به دست بیاره، ببینید که اصلا کی از این شخصی یه دفعه این قارچ از زیر زمین در میاد بالا، یکی دیگه که مثلا خودش این همه مشکل داره میره اپوزیسیون سازی میکنه، شخصیت پردازی و شخصیت سازی میکنه میاد به مردم تغییر بده، اینا از توی کدوم لخنو در میاره؟ خب ما یک شخصی رو میخواستیم که توی این زمینه هم اطلاعات داشته باشه، هم فهم بیان داشته باشه، هم حوصله داشته باشه، هم به موقع بتونه بزنه تو دهن طرف، و کسی بهتر از اشکان نکویی نبود. خب چون من و جناب قاسمی رو که میشناختم قطعا راه نمیدادم و اشکان نکویی این زحمت رو کشید تا به امروز و در برنامه امروز ما بخش دیگه از نفوذ در قلب دشمن رو نشون دادیم که به راحتی میشه در هر ایران ستیزی به عنوان شخص حقیقی یا یک مجموعه به عنوان یک شخص حقوقی نفوذ کرد و اینها رو با خاک یکسان کرد و دستشون رو برای مردم رو کرد که اینها هیچ تفکری به غیر از ایران ستیزی و نابود کردن ایران در ادامه بعد از جمهوری اسلامی هم ندارن. یعنی جمهوری اسلامی بره، اینها اهداف و برنامه هاشون دقیقا در ادامه همون سیستم هستش که قبلا بوده. من تا اینجا رو عرض کردم، دیگه در ادامه جناب قاسمی به قول دوست عزیزمون شهروز گویانه رها. عرض کنم خدمتتون که سپاسگزارم دوستان، لطفا تو برنامه رو فیسبوک پخش کنید، ما قرار نبودیم برنامه رو بذاریم ولی خب دیگه وقتی این برنامه پیش اومد باید این کارو انجام میدادیم و خیلی از دوستان خبر ندارن.
ببینید این سناریو یا این داستان یا این مجموعه که جناب کمالپور توضیح داد، آقای اشکانی نکویی اولین نفر نیست، آخرین نفر هم نیست. من میخوام بهش به این افراد بگم که همون کاری که جمهوری انگرنشان آخوندی یعنی ارباب های اینها 40 سال انجام دادن و تو هر مجموعه اپوزیسیونی یک نفر یا یک لیدر رو گذاشتن و هر موقعی که جمهوری اسلامی نیاز داشته باشه افکار عمومی رو به سمتی ببره که خودش میخواد و تمام این لیدرها من بارها و بارها در این مورد توضیح دادم همه رو جمع میکنن به اون سمت، همین سناریو وقتی جواب داده و 40 سال جمهوری اسلامی موفق شده، چرا مبارزان و مخالفان واقعی جمهوری اسلامی از همین سناریوها استفاده نکنن؟ میخوام بهشون بگم که از رگ گردن وطن پرستا بهشون نزدیکترن. حالا همینجور که مهران عزیز توضیح داد، ممکنه خیلی از دوستان بگید آقا این آقا مثلا میزنم شما در یک لایوی مثلا به آقای اشکان نکویی حمله کردید یا ایشون در پستی به شما حمله کرد. بله، باید خیلی از این اتفاقات بیفته تا افراد نادان و ناآگاهی مثل کلاغ و دار و دسته مافیایی که پشت سرش هستن بشه اعتمادشون رو جذب کرد برای اینکه یه سری نیروها درشون نفوذ کنن. برای چی؟ برای که کسی دیگه الان برش به قول معروف پنهان نیست. اشکان عزیز توی برنامه گفت وقتی یک جریانی به اسم جریان فیروزه‌ای شروع میشه با حمایت پادشاه، از دید ما پادشاه و از دید خیلی ها حالا بعضی ها شاهزاده رضا پهلوی، وقتی رنگ رستاخیز، رنگ فیروزه‌ای به عنوان رنگ قیام ملی براندازان مطرح میشه و در سراسر ایران شعار نویسی ها حتی به رنگ فیروزه‌ایه، وقتی یه جریان یا یک شبکه یا یک دکانی مثل کانال یک و این افرادی که دور و برش هستن میان یه روز رنگ سفید رو علم میکنن برای نیویورک، یه روز جنبش ماهستی میشون رنگش میشه سفید، یه روز میشه زرد، یه روز میشه قهوه‌ای، همه رنگی میشه و مثلا در یک برنامه هم که آقای اعتمادی رو آورده شهرام همایون میگه خب حالا از این به بعد ارتش جنبش ماهستی فیروزه‌ای هم میشه. اما دقیقاً توی همین زمانی که این مجموعه مثل ققنوس داره کار علمیشو انجام میده برای زیرساخت، برای ساخت زیرساختای ایران و فرشگردی هم هست و یه تعداد نیروهای دیگه هم هستن برای بازوی اجرایی دارن خیلی کارا رو انجام میدن، شما میبینید تلویزیون کانال یک و شخص شهرام همایون و بقیه مجموعهش که توی اون تلویزیون برنامه دارن یا ندارن در فضای مجازی برای 10 دلار در ماه زوزه کنان پشت سر این شخص میرن، شروع میکنن به ایجاد انحراف و به قول معروف موازی سازی. بنابراین این سناریویی که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده در این سالها جواب داده، پس ما هم داریم همین کارو میکنیم. دوستان ناراحت نباشید، اون الان میبینم چند تا از دوستان همین الان برای من توی پیام خصوصی فرستادن که آقا این مثلا فلان اینجوری. بله بله، همه این اتفاقات باید بیفته تا به اینجایی برسیم که امروز در تلویزیون خود شهرام شارلاتان بیاد و دستش رو بشه. ما در فضای مجازی در به قول معروف همه اپلیکیشن هایی که هست تلاشمون رو میکنیم و تلاشمون هم کردیم و به درستی و به خوبی هم جواب داده، ولی یه سری بیننده هم هستند که هنوز از اون طریق شهرام همایون و این مجموعه رو میبینن که امروز امیدوارم اون دنگی که باید توی ذهن اینها خورده بشه که داستان چیست تکونه خورده باشه و بدونن به قول معروف به کجا میرسه. مثلا کاری که الان فرشگردی ها دارن میکنن اشکان جان به این صورته، میره مثلا میره در تلویزیون بی بی سی، بحث بی بی سی یه چیزی دیگه است، بعد یه دفعه مثلا یکی از اعضای فرشگرد یا جوانایی که الان میرن توی بی بی سی و همسال اینها دقیقاً اون حرفی که باید بزنن که اصلا هم ارتباط به اون موضوع نداره رو میزنن و تلویزیون بی بی سی، خبرنگار بی بی سی رو در تلویزیون خودش و در رسانه خودش توی بینندگان خودش اون ضربه که باید بهش بزنن رو میزنن. بارها و بارها شنیدیم و دیدیم این روش جدید مبارزه است، یعنی باید دشمن رو از سنگر خودش زد. میگم دشمن، چرا میگم دشمن؟ چون ویدیو شما در برنامه قبلی گذاشتیم، شهرام همایون یکی از کسانی است که برای خیلی هم سوء تفاهم شده بود توی اون ویدیو. ما نگفتیم شهرام همایون قرار شاه رو بگیره تحویل ایران بده، نه، شهرام همایون به همراه صادق قطب‌زاده و یکی دو نفر دیگه در حال مذاکره بودن با آمریکایی ها که پادشاه رو با گروگان های آمریکایی تعویض کنن، در حال مذاکره بودن، نه که پادشاه دست شهرام همایون باشه ایشون بخواد پس بده، عددی نیست.
و این مجموعه از همون روز تا به امروز هم شهرام همایون داره کارش انجام میده و هم صادق قطب‌زاده در جای دیگه که حالا اینا توی بحث‌های دیگه بهش میرسیم. اما اشکان جان در برنامه امروز شما وقتی صحبت کردی آقای کلاغ گفتش که من مرد نیستم اگر بدونم شهرام همایون به ققنوس و فرشگرد حمله کرده و اینو نیا پخش کنم. اگر شما صحبت اجازه بدین یه لحظه خواهش می‌کنم. من چون ایشون حرفی هم که زدن گفتم من از الان شما رو رزرو می‌کنم برای دو هفته دیگه که حتما تو این برنامه باشید و تو این برنامه نشون بدید. شما حالا می‌خواید الان این فیلم ها رو پخش کنیم یا می‌خواید تو برنامه خودشون پخش کنین؟ البته بعید می‌دونم دیگه به ما وقت بدن. نه دیگه منو با سیمینوف می‌زنن. نه من میخوام که یکی از ویدیو ببینید. شهرام همایون معمولا همیشه گفتیم ولی اینم باز بذارید بگم، شهرام همایون و جریانی که پشت سر شهرام همایونه چجوری کار میکنه. این نیست که خود شهرام همایون مستقیم بیاد با تیشرت، البته خیلی جاها این کارو میکنه، ولی تقریبا 4 5 سالی یاد گرفته یه سری افراد رو میاره توی تلویزیون، مثل حشمت رئیسی، مثل حمید موسوی نژاد، مثل زینا عراقی و امثال اینها، و اینها میان اون حرفی رو که همایون میخواد اینها میزنن، زمینه رو آماده میکنن، بعد همایون میاد جمع‌بندی میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان یه ویدیو براتون میذارم، آقای اسماعیل نوریالا رو میاره و میگه آقای نوریالا نظرت مثلا در مورد اینا 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 این چیه؟ نوریالا اون حرف میزنه که همایون باید بزنه، بعد بلافاصله همایون بعدش میگه بله کاملا درسته و من با موافقم. در داستان پروژه آخرین هشدار به آخرین ولیعهد به همین صورت بود، رخسان گنجی و نمیدونم فیروزه غفارپور و امید نادان و همین آدما رو میورد توی تلویزیون، اونها بردیا پارس و امثال اینا، تمام اون چیزایی که جمهوری اسلامی میخواست بگه میکروفون نداشت به جز بی بی سی و صدای آمریکا که بگه، اینو اون افراد تو تلویزیون همایون میذارن و شهرام همایون میگه آقای بردیا پارس درود به شرفت، شما یک قهرمانی هستی مثل داریوش همایون. حالا انگار داریوش همایون درجه خیانتش مثلا دیگه به کسی ثابت شده نیست، ولی اینجوری طرح رو پیش میبرن. حالا من میخواید اون ویدیو رو بذارم، یه ویدیو میذارم واسه آقای خود. چی بود مهران جان اسم اون شخص چیه؟ آقای هاش حسین زاده. بله مجری برنامه‌شون آقای هاش حسین زاده. این ویدیو رو گوش کن، فقط این یه قسمت کوچولویشه، تا بعد همه توی برنامه ما همیشه مستند صحبت میکنیم. گوش کن. میخواستم نظر سریع شما رو جان جناب کمالپور. نه بفهم من خیلی آماده نیست. نه آماده است، بشنویم دوستان. این شبکه یکی مورد حمایت شاهزاده است و این آقای جرجبو میگه که همایون بهش حمله و تخریب نکرده. یه ویدیوشو گوش کنید. آخرین پرسشم میخواستم نظر سریع شما رو راجب گروه فرشگرد بپرسن. و یه اتفاق افتاده، یه دو تا اتفاق در حقیقت که من سه تا اتفاق که من رو خیلی نگران کرد، خیلی نگران شده. اتفاق اول این بود که خب اون گروه جوان تحصیل کرده به روز که قطعا باید به آزادی بیان اهمیت بدن، از روز پیدایششون تا امروز من می دعوتی کردم از یکی از این شخصیت ها آمدن و در برنامه ما شرکت کردم. نمیانم برنامه دیدید شما. و جالبه که تنها برنامه ای رو که این دوستان فرشگرد توی سایتاشون نذاشتن همین برنامه بود که بهشون انتقاد شده بود، نقد شده بودن، و اینا بقیه برنامه ها که همه ستایش هست و تمجید هست و تمجید. خب این یه زنگ خطر بود برای اینکه نشوندنی اینو نگاه. اتفاق دوم این که خب با توجه به سابقه که این دوستان در جریان جنبش سبز داشتن و شما به خوبی در جریان هستید، من دیدم یه دفعه موجی به وجود اومده راجع به یک رنگ، به خصوص رنگ فیروزه. هیچ اشکالی هم نداره اینم بگم، اما این موج به نظر میرسه که میخواد این رنگ رو جانشین پرچم شیر خورشید بکنه و اینجا من رو به شدت نگران کرد. اما موضوع سوم که خیلی حائز اهمیت بود
اینا پادشاهی خواهم. اینه که من معتقدم شخص شاهزاده رضا پهلوی یک تلاش شرافتمندانه رو در این 40 سال کرده که از خودش یک شخصیت مستقل ایرانی بسازه. یعنی فاصله گرفته، حتی بارها طرفداران نظام پادشاهی رو ملامت کرده که آقا شما چی میگین؟ فردا هرچی مردم گفتن فردا. اینجا رو داشته باشید، در زمان بیانی آخرین هشدار به آخرین ولیعهد اینجوری صحبت نمیکرده، میگفت آقا یا باید بگی من شاهم یا باید بگی برید دنبال ننم. یادتونه من ویدیوشو گذاشتم، اون روز اونجوری، امروز اینجوری. بقیهشو گوش کنید. بعد یکی از رهبران فرشگرد میاد میشینه واژه‌ای رو به کار میبره که هیچ سلطنت طلبی در طول این سالها و حتی قبل از اون جرأت نکرده این واژه رو به کار ببره، و اون میگه خانواده پهلوی نزد مردم جز قدیسین هستن. خب ما میدونیم، یعنی هم شما بهتر از من و من هم میدونم که این نوع جانبداری نه تنها نتیجه مثبت نداره، نتیجه سو داره، و مردم اینو دارن میشنون. و آدمی که 40 سال سعی کرده حتی از تاج پدرش استفاده نکنی، یه دفعه شما اینو بیاد دستش بکنید به قدیسین. ببینید جناب کمالپور، اینجا هم توضیح داشت، شما بگو آقای شهرام همایون، قدیس از نظر شما کیه؟ علی، رضا، امامزاده باد که دیروز ویدیوش اومد، یا امثال اینها؟ قدیس کیه؟ چه کسی رو؟ اولا اون آقای راشدان نظر شخصی خودش رو گفته، دوما وقتی در 140 شهر ایران ملت دارن از خاندان پهلوی حمایت میکنن، ایشون هم برگشت گفت خاندان پهلوی نزد ملت ایران جزء قدیسینن، مثل قدیسینن. حالا او اینی که واقعیت داره که خدمات رضا شاه و شاهنشاهی هم واقعیت داره. آره این دقیقاً جان حالا اینی که رضا شاه خدمتی که به ملت کرده یا شاهنشاه آریامهر کرده رو قابل ستایش هست یا نیست؟ چی مردم بگن؟ آیا رضا کفترباز قدیسه از نظر شما؟ اینو دارم بهت میگم، چون هر زمانی ایشون از جمله برای به نفع خودش میاد استفاده میکنه همیشه، و احساس خطر کرده که در تلویزیون بی بی سی دشمن پادشاهی ایران، دشمن تمامیت ارضی ایران، ایشون اومده یه همچین حرفی رو زده، یا نمیدونم مناطق بود یا ایران اینترنشنال یا بی بی سی، یکی از این دو سه تا. البته سعید عزیز، عرض کنم که قدیس به نظر من برای ایشون فکر میکنم همون رضا کفتربازی که شما گفتید باشه. چرا؟ چون ایشون زمانی که ایران بودن، آقای همایون توی خیابون کارگر روبروی پارک لاله بانی هیئت ام البنی بودن ایشون، و مطمئنا قدیس باید امام و امامزاده و اینا رو بدونه دیگه. دقیقاً مهران جان، من چون رو تصویر شما نیست، بذار این، ببخشید من آخه صحبت کردم، 2 دقیقه دیگه است، این صحبت رو بکنه که شما بیاد روی تصویر بعد صحبتتون رو انجام بدید. آقای کلاب، قاچاقچی، دزد، گوش کن، نظرتون چی آقای میانو؟ ببینید، اولا در مورد فرشگرد، من روز یکشنبه گذشته در مهستان جنبش سکولار دموکراسی که از تلویزیون شما هم پخش میشد، گزارشی رو خدمت همیهنانمون دادم. شما فکر کنید که این 40 تا جوان رشی این تشکیلات داده بودن، اما از جانب شاهزاده رضا پهلوی حمایت نمیشد، یا در یک طرح به خصوصی یهو همه رادیو تلویزیون ها و مطبوعات خارج کشور تو بوق نمیدویدن که آی بالاخره اون چیزی که سالها ارسا منتظرش بودیم به منصه ظهور بیبست. در اون صورت یه اتفاقی بود که هر چند وقت یک بار در یک گوشه از دنیا میفته، عده دور هم جمع میشن، اعلام وجود میکنه. شما نگاه کنید دیگه، از آدمی دارای امکانات بیشتر مثل همین آقای دکتر امیر احمدی شما نداریم که
هم امکانات تماس با خارجی ها رو داره، هم امکان عرض کنم که رادیو تلویزیونی هر کاری که داشت میخواد بکنه، پولم داره. این آدم آمده و یه تشکیلاتی درست کرده به نام آوان. خب چرا هیچ کدوم از این مطبوعات و رسانه ها به ایشون توجهی نمی کنن؟ نمیان نگاه بکنن که آوان چیه، قراره چی کار بکنه و غیره. چرا؟ برای اینکه پشت سرش شاهزاده رضا پهلوی نایستاده. من در برنامه گذشته خدمت شما... خب من دیگه بقیه نوریالان رو نمیذارم چون دیگه داره عراجیف میوافه و ببین این دیگه چقدر احمقن که نوریالان رو چرا شاهزاده نمیاد از امیر احمدی دفاع کنه. امیر احمدی که خودش لوله آفتاب جمهوری اسلامیه. بفرمایید جناب کمالپور. خدمت عرض کنم که اولا این قضیه شبکه فرشگرد که اینا بهشون حمله کردن کاملا معلومه و بارها ما بهش پرداختیم. وقتی اون خط‌کشی کاملا مشخص و تعیین شده بر اساس فرمان شاهزاده رضا پهلوی رو بردن در مانیفست شبکه‌شون مطرح کردن و پابلیک کردن، خب قطعا هر کسی هم به جای اینها باشه چیزی در براش اتفاق نمیافته به غیر از هراس و دلهوره و ترس از آینده. یک چیز نرم کاملا طبیعی. یکی از برگ برنده هایی که شهرام همایون داره اشکان عزیز و دوستان در نوع مطرح کردن پرسش در برنامه ها هست، یعنی پرسش رو به صورتی طراحی میکنه و مطرح میکنه با مهمان برنامه که دقیقا مهمانی که آمادگی نداره یا قدرت آنالیز کردن سریع نداره در دامش گرفتار میشه، عملا همون جوابی رو میده که شهرام همایون دلش میخواد. اما در رابطه با مسئله‌ای که نسبت به شهروندی شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، من از یک چیز تعجب میکنم. امثال شهرام همایون ها و داریوش همایون ها و اسماعیل نوریعلی ها و همه این عوامل اوباش در زمان شاهنشاه فقید اومدن مبارزه کردن به عنوان اینکه این حکومت دیکتاتوری و استبدادیه. و امروز که شاهزاده رضا پهلوی کسی که از نظر قانون اساسی مشروطه به صورت رسمی پادشاه ایران محسوب میشه، سوگند پادشاهی رو یاد کرده، اما به دلیل دموکرات بودن ایشون اومدن گفتن من هیچ نظری ندارم و اینو محول میکنم به عهده مردم، اونم پای صندوق های آزاد انتخابات. از دموکراتیک بودن شاهزاده سوء استفاده میکنن برای نابود ایران و اون اتفاقاتی رو که خودشون رقم زدن و همه رو زیر فرش پنهان میکنن و نگاه نمیکنن. امثال افرادی که حالا مجری این برنامه هست که من متاسفانه جناب قاسمی تو این مدت چند ماه اخیر هزینه یک خرید خمیردندون هم خیلی زیاد شده، هر موقع اسم اینا رو بردم مجبور شدم برم اسمایی بزنم در حال تحقیل چیه اینقدر چندش آورن. اینها چی میخوام بگن؟ برای مردم چی دارم بگن؟ چهار تا پرسش کاملا شفاف بدون حاشیه با سند و مدرک از طرف اشکان عزیز در این برنامه مطرح شد. آقا رضا دوزه زردابی که هیچی، پدر جدش هیچی، کل اجدادش هیچی، با شهرام همایون و بچه محلاشون هم جمع شد نمیتونم بیام پاسخ این چهار پرسش رو منطقی به مردم بدن، نه به اشکان نفری، نه به من کمالپور، نه به سعید قاسمی، برم پاسخ این پرسش ها رو به مردم بدم. در طول این 20 سالی که این آقا تلویزیون داره یا تلویزیون های دیگه اومدن چقدر تأثیر منفی در روند مبارزه برای سرنگونی داشتن؟ تأثیر منفی داشتن. یه زمانی هست تأثیر مثبت ندارن، خونسا هستن، یه موقع هست تأثیر منفی دارن، آدم نمیتونه پیروز بشه، جلوی بقیه هم صد میکنن. اینها تأثیر منفیشون با برنامه نسبت به مسائلی که حالا جالب بگه مسئله یادم افتاد دوستان آقای نفوی این آقا دوست زرداری برگشت به شما گفتش که من اینجا به عنوان وکیل شهرام شارلاتان مطرح میکنم که ایشون فلان کوری از ساکش کوری دیگر شود دیگه خیلی باله، یعنی دوست داره وکیل شارلاتان بشه خیلی جالبه تو مملکت. بعد مردم ما میخوان به کی امید داشته باشن؟ در رابطه با انقلاب سفید جناب قاسمی خودتون مطرح کنید. ولی یه مسئله رو من
اعلام بکنم که ایشون گفت انقلاب سلفی. دوستان من نمیدونم چطور شهرام چارلاتانی که میاد مطرح میکنه ارتش سفید، قبلش میومد میگفت انقلاب سفید، در قبل از تجمعات استخدام در نیویورک میگفت باید با لباس با رنگ سفید و این چیزا بریم، رنگ سفیدی که خودش قبلا گفته بود کسانی که در جنبش سبز بودن رنگ سبز گرفته بودن دستشون، امروز اومدن شدن سفید. سفید رو کی گفت؟ ائتلاف اپوزیسیون‌های داخل کشور، اصلاح طلب و اصولگرا، حشمت تبعدلی، حسن شریعت مداری، محسن سازدارا، نسرین ستوده، یک ائتلاف کاملا شلانشوربای جمهوری دوم از ریشه خود جمهوری اسلام. ایشون رفت طرف اونها خوابید، بعد در تنگنا گیر کرد. در یک مصاحبه آقای باطنی هم اشاره کردم با جناب امیر حسین اعتمادی، اعلام که خب ما از دادن رنگ و پیروزی شد اشکال نه، ما رنگ پیروزی انتخاب میکنیم. چطور میشه یه دفعه دوباره برمیگرده پشتک بارو میزنه و عقب و میشه انقلاب سفید؟ حالا بیاید با یک سری اراذل و اوباشی که مشکلات متعدد دارن میخوان اسامی و مشخصات مبارزان و براندازان داخل ایران رو جذب کنن بگیرن و ارتش سفید را بندازن. بعد میگه این برگرفته شده از انقلاب سفید شاهنشاه فقیده. اولا آقای بی سواد کلاغ نژاد، یا همون کلاغ خود اون شاه نژاد، نام شهرام همایون با طرح انقلاب سفید شاهنشاه فقید جنگید، پس موافقش نبود که الان بیاد به اسم اون دوباره انقلاب سفید را بندازه. چطور با گفته خوده با انقلاب سفید موافقه، اما میاد میره طرح حکومت ملی مصدق رو مطرح میکنه برای مردم، میگه طرح حکومت ملی من جامع ترین طرح در طول این 40 سال هیچ کس سالو نداشت و ندیده. بفهم جا خواهد. من میخوام که اشکان جان اگه صحبتی دارن بکنن، چون میدونم دیر وقته. نه خواهیش با، الان اتفاقا همین رو میخواستم بگم، الان من چه نقشی اینجا بازی میکنم؟ من فقط دستم و دارم شما رو میبینم. یرا هستیش درستی در تو فیسبوک نداری؟ نه قربونت، چرا؟ نه من الان جان متوجه شدم اشکان جان، میگم تصویر تو همین تو خود فیسبوک نمیم. خب شما یه گوشی داری، خب آره تو یکی گوشی، من الان اون یکی گوشی من الان چیز شد، الان شارژش تموم شد. این چه که نه مشکلی نیست، شما در خدمتتونم. فقط یه خبر بهت بگم اشکان جان، فقط یه خبر بهت بدم، کاری که امشب کردی شهرام شارلاتان، خب نه تنها خودش برنامه نذاشت، بلکه رفته مصاحبه‌ای که چند سال پیش با شاهزاده رضا پهلوی انجام داده رو اون داره به جای چیزش پخش میکنه. بفرمایید. اوه دیگه خوبه تصویر گذاشتیم. البته میدونم فردا دیگه به هر کی بخوام بگم سلام میگه ها تو باز بر منم نقشه کشیدی. جان خدا نه احتمالا از امروز که ما رونمایی کردیم، پرده برداری کردیم از تندیس اشکان نگویی، دیگه معلومه میشه قشنگ زاویا معلومه دیگه، مشکلی نیست. نه خواهش بکنم، نزاح بود، نزاح کردم، من در خدمتتونم. بفرمایید اشکان جان، شما صحبت کنید. خواهش میکنم، من دارم گوش میدم، دارم استفاده میکنم از صحبتاتون. سعید جان من در خدمت تمام آقایون. اشکان جان من از سپاسگزارم، چون میدونم دیر وقت برات، یه استراحت بکن، حالا توی فرصت دیگه توی برنامه دیگه با هم هستیم. و همینجا هم به بینندگان بگم، به دوستانمون، به دوستانمون بگم، کسانی که فکر میکردن که گفتم اول برنامه اختلافی بین ما با اشکان نکوی، چند تن دیگه هم هستن و مانند اشکان، کسایی که فداکاری میکنن، یعنی از خودگذشتگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی با برنامه میدونن چی کار دارن میکنن و میرن در قلب دشمن. یه بار دیگه میگم دشمن برای ما ملت ایران کسیه که مدام مقابل مبارزه مردم ایران سنگ اندازی میکنه، کسیه که با تجزیه طلب میشینه بحث میکنه و تجزیه طلب رو تطهیر میکنه، به ملت میفروشه به اسم دموکراسی، کسیه که میاد طرح اون کی اسمش اقدس پشتکویی و همسال اینها که اگر برید بخونید مانیفست تجزیه طلبانه و اون حسین بر و دیگرانشون، میاد اونها رو به عنوان وطن پرست و به عنوان مبارز واقعی به ملت میفروشه. دشمن ما کسیه که یه شخصی مثل هوشنگ امیرحمدی که در طول این 40 سال و شاید هم قبلش کمک کرده به نابودی ایران، رو میاد به اسم یک میهن پرست به ملت ایران میفروشه.
و دشمن ملت ایران کسیه که تمام تلاش مبارزان داخل ایران رو سانسور میکنه و از جمله اگر تلویزیون هم داشته باشه شما یک دونه از شعارهای میدان میلیونی جاوید شاه، حتی جاوید شاه رو شما در تلویزیون شهرام شارلاتان نمیبینید. بنابراین کسی که از اون جریان و از اون مافیا داره حمایت میکنه یا حقوق میگیره، از نظر من ایرانی، از نظر من سرباز، از نظر مهران کمالپور و اشکان نکویی و چندین تن دیگه در خارج و شاید هزاران تن در داخل ایران که دارن شعار نویسی میکنن، این افراد با احمد خاتمی و علی خامنه‌ای و امثال اینها نه تنها فرقی ندارن، بلکه جرم این افراد بیشتر از علی خامنه‌ای و امثال ایناست. چرا؟ چون تکلیف ملت ایران با خامنه‌ای روشنه، با جنتی روشنه، با احمد خاتمی روشنه، با محمد خاتمی روشنه، تکلیف با بی بی سی و صدای آمریکا روشنه، اما تکلیف با امثال شهرام شارلاتان‌ها هنوز برای عده‌ای روشن نیست. خیلی از جوانای ایران رو اینها به فنا دادن، اطلاعاتشون رو بیرون دادن، کما اینکه آقای سرباز گمنام امام زمانشون، یار غار شهرام همایون، کلیددار اسرار شهرام همایون، اومد در برنامه ما چی گفت؟ برای من، برای اشکان، برای مهران کمالپور، امنیت یک نفر از مبارزان داخل ایران ارزشش میارزه به 100 هزار ساعت برنامه داشتن در تلویزیون یک کثافتی به اسم شهرام شارلاتان. اشکان جان سپاسگزارم ازت، اگر مطلبی هست اضافه کن. فقط بشم پرس کنم که من اینجا یه تشکر بکنم بابت حمایتاتون و مرسی بابت همه چی. فقط یه چیزم به مردم عزیز بگم، اون که من خاک پاشونم، من هیچ وقت به مردم عزیزم بی احترامی نمی کنم. این و این که اگرم مبارزه یا شروع کردم به خاطر اوناست، به خاطر خانوادمه، به خاطر دوستامه، به خاطر بچه محلامه، به خاطر شهرمه، نه اینکه فقط به خاطر خودم باشه. و اینکه ازتون خواهش میکنم، دوست دارم تمام همه ما، همه ما، حالا چه به عنوان مبارز چه به عنوان انسان عادی، یا جلوی این آدم رو بگیریم و جلوی این آدم ها بیستیم با تمام قدرت. مرسی ازتون، مرسی آقای کمال، متشکرم. سعی کردیم فداتون بشم، قربون شما برم. اگه منو ندیدید بدونید منو کشتن. خدا کوچیکتر از این حرفا نشو، سپاس گزارم. فردا باشم. بدرود بدرود، شب خوبی داشته باشی اشکان جان. خب ما با جناب کمالپور یه مقداری یه چند تا مسئله دیگر هم عنوان کنیم دیگه، حالا که مزاحم دوستان شدیم. لطفا توی برنامه برنامه توی فیسبوک پخش کنید دوستان. آقای کلاغ، وقتی میای میگی که به دروغ، چون شما نافتون رو با دروغ بریدن، ذاتتون کثیفه. وقتی مادر دالتون ها میاد سر یه مؤسسه توی آمریکا رو، مؤسسه بانکی توی آمریکا رو کلاه میذاره و بعد دادگاه متهمش میکنه، وقتی شهرام شارلاتان میاد جیب مبارزان خارج از کشور رو اینجوری خالی میکنه به اسم فروش سکه خاندان پهلوی، و وقتی یک حلبی رو آقای کلاغ 3500 دلار به ملت میندازه به اسم طلای 24 عیار، خب، و وقتی جوانای داخل ایران که شعار نویسیم، اون کسایی که 148 پرچم در داخل ایران برافراشته کردن کجان؟ به چه قیمتی شما کثافت‌های موجودات کثیف دارید زندگی میکنید؟ به چه قیمتی؟ به قیمت گیر انداختن بچه‌های داخل ایران؟ شما فکر نمی کنید اون جوانی که رفته پرچمی آویزون کرده و فیلم اینو فرستاده برای بیناموسی مثل شهرام همایون، بلا فاصله توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات شناسایی شده و الان معلوم نیست کجاست؟ شما فکر نمی کنید اونم خانواده داره، اونم پدر داره، اونم مادر داره، اونم برادر داره؟ چه ارزشی داره که دستمال بگیرید دستتون برای 200 دلار در ماه که اون توده کثیف به واسطه از منشه امیر بگیره منوشهر ساچمه‌چی و به شما انترا بده و موسموس کنید دنبال یه کثافتی مثل شهرام همایون، و بیایید توجیه کنید که انقلاب سفید یعنی انقلاب شاه، انقلاب سفید شاهنشاه؟ بیشعور، تو اصلا میفهمی یعنی چی بود انقلاب سفید شاهنشاه آریامهر؟ یکیش اصلاحات ارضی بود. شهرام همایون کدوم اصلاحاتو داره، کدوم اراضی رو داره اصلاح میکنه؟ یکیش دادن حقوق رأی به زنان بود، یکی شریک کردن کارگران در سهام کارخونه بود. آخه بی بفرمایید جواب.
خدمت رو عرض کنم خدمت رو عرض کنم که جناب قاسمی، تمام این داستان ها سر همون لاف مولا نصرالدینه که منافعی که اینها دارن از قبل ایران ستیزی میبرن کاملا مشخصه. در همین برنامه امشب شما مردم، کسانی که دیدن دوستان ما یا در آینده ببینن، متوجه میشن به راحتی بازخوردی که 4 پرسش ساده داشت و اون عکس‌العمل‌های شدید رو در بر داشت که به جایی رسید که شهرام همایون برنامه اجرا نکنه. تو تلویزیون خودش یک همچین اتفاقی بیافته براش خیلی سخته، گرون تموم میشه، به این راحتی ها نمیتونه ازش در بره. اما در طول سالیانی که این آقا تلویزیون داشته، برنامه داشته و جناب قاسمی برنامه هست یا قطع شده؟ آره برنامه هست مهران جان، شما یکم فاصله بگیر از چیز، از دوربینت یکم فاصله بگیر که سر دستو کاد نزنه. آره نه برنامه هست، داره پخش میشه. من کلا برنامه من برنامه. خب در طول این سالیانی که شهرام همایون تلویزیون داره، چه مبالغ هنگفتی رو از مردم گرفته، چه مبالغی رو از جایگاه مختلف گرفته و نتیجه این عملکرد چی بوده؟ یک حرکت مثبت بیاد با مدرک، اینی که بگه من نمیدونم 148 تا پرچم نصب کردم تو ایران، بعد نگه بقیه که اومدن حالتی کردن اصلا چه اتفاقی براشون افتاده، اینی که بگه هفته آبان رو راه انداخته بدون سند و مدرک، چون هفته آبان رو یک موج عظیم ملی راه انداخت، نه یک نفر شهرام همایون، استارت دهندش هم شهرام همایون و شکوه میرزادگی نبودن، به هیچ عنوان نبودن. از این عراجی فلافایی که بلده اون میزنی که سر مردم شیره بماله تا سر موقع بتونه پول بگیره بگه باید تلویزیون ملی داشته باشیم یا از اون وقت حکومت ملی رو بیاره غالب کنه به مردم، از این آدم بیاد یک پروژه اجرا شده درست مطرح کنه در خارج از ایران. در طول این 18-19 سال 20 سال همین شهرام همایون اگر هدفش آزادی ایران بود، اگر هدفش منافع کشور بود و به منافع شخصی خودش فکر نمی‌کرد، از دیریگوری که داشت، از نیروهای جمعون اگر استفاده می‌کرد، از این فسیل‌هایی که این بلا به سر ما آوردن که هنوزم از ما طلبکارن، نسل قبل از ما که انقلاب کردن، که اومدن آتیش زدن ایرانو و ما شدیم نسل سوخته، هنوز از ما نسل بعد از خودشون هم بابت این گندی که زدن طلبکارن، مثل خود همایون. اگر اینها رو نمی آورد، میدون میداد. شما حساب کنید شبکه قبرس، گروه قبرس 3 روز برنامه داشت، همایش داشت در تورنتو، همون 3 روز مردم ایران چقدر آشنا شدن با طرحی که این گروه میتونه برای آبادانی و سازندگی و رشد و پیشرفت و شکوفایی ایران در فردای بعد از آزادی انجام بده. چقدر آشنا شدن؟ یکی مثل شهرام همایون اگر دردنش آزادی ایران باشه، دردنش نجات مردم باشه، میگه آقای حشمت رئیسی شما برو بخواب، اسماعیل نوری علی تو دیگه برو بخواب، علی جوادی تو برو بخواب، داره ادعا میکنه که فرمانده شاهزاده است دیگه، داره ادعا میکنه که هر چیزی که شاهزاده بگه انجام میده دیگه. خب شبکه گروه قبرس بله، آقا شما روزی 1 ساعت یکی از لیدرهای کارگروهات رو بیار تو تلویزیون اینجا برنامه نشوندن مجانی، نه مجانی هم نمیدم، آتومن مثلا این قرار آتی بگیره ساعتی 50 دلار بگیره 25 دلار، بیان بشین برای مردم صحبت کنیم، نه اون کار رو نمی کنه هیچ، بلکه یک مدت زمانی رو آقای پروفسور کنگردو رو آورد، اطلاعات رو گرفت، نزدیک شد، بعد از این همایش شروع کرد زدن، قبلش به یک نحوی، بعدش علنی. خب اسم اینا رو ما باید چی بذاریم؟ باید بذاریم مبارز، برانداز یا نه اینکه این واقعا خواسته یا ناخواسته، زهبن یا عمدن، آگاهانه یا از روی
ما بخردی. آقا داره میرده گازیه رو دشمن. داره پیروزی مردم رو عقب میدازه. کدوم هاشه اینا؟ اینجاست که مردم وقتی میبینن افراد مختلف، نه یک تن، افراد مختلف میان مطرح میکنن که آقای شهرام همایون شما پول ما رو از ما گرفتی، قرض گرفتی و در ازای اون به ما سفته دادی. اون پولایی که به کمک کردیم نمیخوایم، این قرض هایی که گرفتی رو بیا پس بده. ایشون تفته میره میزنه زیر، امتناع نمی کنه، انکارم می کنه. نفر بعدی این وسط تازه معلوم میشه ویدیوهای تبلیغاتی برای فروش زکا و اینا هست. زکا همه جعلیه، یه ورق نازکه. بعد یک دوز دیگه میاد از یک شارلاتانی دفاع میکنه، میگه نه ایشون نگفته این سکه ها و طلایی از به 24 ایاره. کی اصلا نظر تو رو پرسید؟ کی اصلا نظر تو رو پرسید؟ هر موقع یکی یه جایی تو شنیدی گفتم فقیه تو لازمونی بگی برو یه گوشه فقط ببین. اما اصلا کسی تو رو آدم حساب نمی کنه. تو از زمان آریاسه بامن ارباب بامن یه شده بودی، ما نجاتت دادیم، ما تو رو از توی فاضلاب جمعیان کشیدیم بیرون، گفتیم یه خورده نفس بکشه مثل داستان داشتش نشه. مردم مگه بیشعورن که بیان تمام این اسناد و مدارکی که منتشر شده رو رها کنن، نادیده بگیرن، زیر سیبیلی رد کنن، بندازن پشت گوش، بعد بیان حرف تو رو گوش کنن و تعریف بکنن بگن آره شهرام همایون نگفته، ویدیو خود همایون هست داره میفروشه. چی اعلام میکنه؟ هست و همین تابلوهایی که با فردورهای شانشای فقید اولیا اعظم و رضاشای بزرگ گوشش یه دونه سکه گذاشته داره میفروشه رو یه نفر بیا تابو شکنی کنه بشکنه، میبینه باز هم این هم طلایی. اما برید امتحان کنید، مگه همین الان ادعا نمی کنید میگه این طلای یک گرمیه؟ عرض کنم خدمتتون که جناب کمال، اولا در مورد لایو ققنوس و برنامه ققنوس که گذاشته بود، نه تنها یک ثانیه از این لایو رو شهرام همایون در تلویزیونش پخش نکرد، بلکه آقای کلاغ برو دقیقا روز بعد از پایان نشست ققنوس تا همین برنامه پریشب شهرام شارلاتان رفیقت رو نگاه کن. البته اگه شعور داری که تو که نداری، ولی دیگران رو میگم اگر میخواید برید ببینید، برید نگاه کنید که اینها آره یه سری ها و اینها دانشمندا جمع شدن، این بحثی که این دانشمندان میکنن برای دوی دانشگاه هاست و این جنبه علمی نداره، چیز نداره، عملی نداره، یه بحث تئوری که از دید شهرام همایون و الان به درد ایران نمیخوره، بریزش کنار، بیاید ارتش سفید رو راه بندازید و خیلی مزخرفاتی که گفت آقای شهرام همایون و اون کسایی که دنبال این شخص میگردید، اگر به قول جناب کمالپور این می‌خواست کاری انجام بده، شما یک ویدیو برای من بیارید، یک ویدیو که یکی از شعار نویسی های داخل ایران رو شهرام همایون نشون داده باشه، یه دونه بیارید. ضمن این که سوال هایی که پرسیده شدی که دوستان نوشته که سوال ها چی بود، یک، آقا چرا هر گروه یا هر جریانی توسط شاهزاده رضا پهلوی حمایت میشه رو کانال یک میاد تخریبش میکنه، از جمله فرشگرد، از جمله ققنوس، حالا شورای ملی اصلا یه بحثی دیگه بود، چرا کانال یک تخریب میکنه؟ دو، چرا وقتی رنگ قیام ملی براندازان رو شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فیروزه‌ای رو به عنوان رنگ قیام ملی براندازان تعیین کردن و بارها و بارها هم اعلام کردن از جمله در برنامه میدان و این همه شعار فیروزه‌ای و رستاخیز فیروزه‌ای در سراسر ایران پیچید، شما باید بیای و یک جریانی با رنگ سفید بذاری جلوش، یعنی دقیقاً بذاری موازاتش. این سوال بعدی بود. سوال بعدی این بود که چرا به اسم خاندان پهلوی و شاهنشاه و رضا شاه میایید حلبی به ملت میفروشی به اسم طلا؟ آقای کلاغ، آقای بیشور، آقای احمق، هر سکه‌ای که هر کسی از شهرام شارلاتان خریده یک کارت داره که روی اون کارت مشخصات نوشته شده و وقتی مشخصات نوشته شده شماره پرونده و شماره سریال وزارت خزانه داری آمریکا خورده،
به عنوان سکه طلا مورد تایید وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا. اینو میفهمی بیشور یا نمیفهمی؟ کسی برای اگر گفته باشه من سکه حلبی میخوام بفروشم و بیاد توی اون کارت شناسنامه این سکه این مشخصات رو بنویسه، یه داستان دیگه است. حالا تو خودت بیشوری فکر میکنی دیگران هم مثل شما بیشورن، فکر میکنی کسی نمیفهمه، این یه داستان دیگه است که حالا با اف بی آی و یه مسائل دیگه دنبال کارو قطعا میگیرن و به زودی هم تکلیفش روشن میشه. اما دوستان تمام این صحبت ها سر این بود که یه بار دیگه من از اشکان سپاسگزاری میکنم، کارشو به درستی انجام داد، ولی آقای نوچه های منوچهر ساچمچی، مافیایی های ایران ستیز، پخش مواد مخدر سپاه در اروپا، اینو بدونید وطن پرستان از رگ گردن به شما نزدیکترن، از رگ گردن. این یه دونه بود. حالا سب کنید سورپرایز های بعدی رو شهرام همومیون در تلویزیون رو خودت میبینی، تا اون وقت بفهمی با نسل بعد از انقلاب 57 نمیتونید شوخی کنید، نمیتونید در کجا میبینه فکر کنم نفهمید چون الان این منگه. در تلویزیون خودت، در تلویزیون خودت سورپرایز های بعدی رو خواهید دید. همه مثل اون جونوری که توی سوئد نشسته، کیه رو عقب افتاده، ببخشید میام عقب افتاده، یه رو منگولی هست به اسم خروسفند، چیچیوند، خالیوند، کیه، یه آدمی و مجموعه اونها، رشیدی ها و دیگر جک و جنوبرشون که کمترین فوششون زیر پایین تنه، کمترین فوششون پایین تنه است، میتونید برید نگاه کنید و شما این آشغال ها رو میاری در تلویزیونت و یه جوجه چاغالی که تا دیروز دم دست امید دانا بود، زیر مجموعه امید دانا بود، اون موقع که داشتی با چوچولای امید دانا بازی میکردی، من و مهران کمالپور داشتیم بازی میکردیم، یک رأس حیوان، یک رأس بیشور، یه شلغم جدیدن استخدام کردن، کیه موهاشو اینجوری میزنه، از اون بچه خوشگلاس چاغالاس، حالا میرید از این جوجک و جونه برام میارید آقای همایون، من طرفدار آقای همایون نیستم، اما هر کی با آقای همایون حرف بزند مزدور است. آخه بیشور بابا، اینم اگر یک بارم ما توی برنامه ای من و مهران کمالپور رو تو صحبت کردیم، به خاطر مبارزه نستو بود، به خاطر مهدی میقادری بود، و الا من دم در توالت هم نگهبان پارک محلمونم تو رو راه نمیدم. هم سالت آقا سعید جان خودش اینقدر مشکل داره که مشکلات روحی روانی داره، اصلا نمیخوام بهش بپردازم که این کی هست، چی هست، داستان زندگیش چی، اصلا کاری ندارم به این چیزا، نه شما تا گفتید. اما حالا مهران جان یه چیز دیگه بذارید بگم، ببخشید، انقدر دم شهامت ندارن، انقدر وجود ندارن، انقدر یک مادر هزار پدرن که میان لایو میذارن و یه مش چرت و پرت میگن، این از شهرام شلاتان بهشون یاد داده، بعد زودم لایو رو پاک میکنن. خب بی وجود، اگه حرفی برای گفتن داری اسکایپ راستاخیز سیمور تخ 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 عد بفرست بیو بالا اینجا بیا. آه چرا مثل خاله زنک ها همش تو پستو باید قایقه میشید زر زر کنی؟ کسی که ریگ به کفشش نیست مثل مرد میاد باید مثل حرفشو میزنه، یا جواب میگیره قانه میشه یا قانه نمیشه، ولی میاد حرف میزنه. ما من و مهران کمالپور همیشه گفتیم آقا لایو ما اون برنامه هایی که برنامه است که هیچی، ولی یه چیزی مثل همین الان، همین الان که داریم صحبت میکنیم، اسکایپ رستاخی سیمرغ به فنگلیش، هر کسی، هر کسی، حتی کلاغ، اگه حرفی، حتی شهرام شالوتان، همین الان اسکایپ رو اد کنید، درخواست بفرستید، من میارمتون بالا، ببینیم شهامتشو داری، ببینم جرأتشو داری در مقابل ما اصلا حرف بزنی. شهامت میخواد که وجود نداره. نه آقا بیا من 5 دقیقه وای میسیم، هر کی فکر میکنه از من مهران کمالپور سندی داره، خیانت ما بهش ثابت شده، نمیدونم فلانی شده، آقا این اسکایپ رستاخیز سیمرغ توی اسکایپ، زمانتش به کامنت بنویسید جان قاسمی، آه آیدی اسکایپ رو من اینجا می‌نویسم، هر کی فکر میکنه بیاد بالا، رستاخیز سیمرغ، این آیدی اسکایپ ماست، 5 دقیقه وای میسیم، گوسفندبند، خروسفند، هر جک و جونوری که هست
اگه فکر میکنه حرفی برای گفتن داره بیاد بالا تا در خدمت شو باشه. اون از این جک و جنوبره همین یارو یکی از این چیزاست. مرتضا بذار برات گذاشتم خود دیگه. مرتضا کی؟ مرتضا کسروی. کسروی بیا بالا این آقای مرتضا کسروی ببینیم تو کی. مرتضا کسروی بیا بالا. آیدی اسکایپ گذاشتم. اگه مثل اربابت شهرام همایون وجودشو داری، اون که وجود نداره ولی اگه تو وجودشو داری این اسکایپ همین الان درخواست بفرست. اسکایپ هم دوستان دارن اینجا میبینن، دارید میبینید هر اتفاقی اینجا بیفته اینجا میفت اینجا میزنه. من بیارمت بالا. برای بچه ما پستیم. آقا این جناب کمالپور خیلی جالبه، یارو با این ید و بیضای نداشتهش، با این همه ادعاش، با این همه جک و جونور توی فضای مجازی نوخور، یه هفته ده روز ادعا کرده که اعلام کرده ارتش سفید. آقا یه ویدیوی شعار نویسی یه دیوار نویسی ایش که بارش نفرستده، همه دارن میفرستن برای من و مهران کمالپور، میگن نه برای ارتش سفید پخش کنه. دیدینش؟ بذار اینو بذارم تا خواستی یکی از این جک و جونوراشون بیان بالا. آقا چند تا ویدیو جدیدش هم اومده، البته خب باید براش درست کنم. همش زحمتشون میفته گردن ما جناب کمالپور. ما نمیدونیم اون اعلام کرده بهش بفرستن چرا میاد دیگه، ولی من نمیفهمم. حالا جالب اینه میان حرفای ما رو یاد میگیرن، میشینن گوش میکنن، یاد میگیرن، میرن همونا رو میگن، بعد به منو مهران کمالپور فوش میدن. جناب کمالپور اینو اینو ببینیم با هم تا خواسته یکی از این جنبه‌ها رو بیاد. بعد مقر اصلی ارتش سفید شهرام شارلاتان در توالت داخل ایران هم است. باور کن من اصلا نمیدونم این دوستان، فقط برای ما میفرستن. ای آقای شهرام مایان ارتش سفید رو تعمیل بگید مقرشون. آقای مرتضی کسروی بیاید دیگه. حالا قراره بره ببینه مادرش کیه، اما پدرش کیه. حالا اگه داره شهامت پیدا کنه وقتی فیسبوکش جدیه، خب بیا ببینیم با تصویر میاد بالا. مهران جان اینجا رو نگاه کن یه لحظه. توی برنامه رو میبینی؟ بله بله بله. کلی اتفاقات تو برنامه رو میبینی؟ آقای مرتضا کسروی اون پایین چیز نمیخواد بنویسی، دورفشانی نکن. اگر وجودشو داری مفتی اکانت چیزتون رو بذاری اسکایپ رو بیایی بالا دیگه. بیا بالا. خب نداره آخه جام کم باته این پایین من دیدم نوش که رفته بالا آورده کشنه و کجا بالا آورده نکن. ندارن عزیز من، اون که اربابشون شهرام شارلاتانه، شهامت وجود بابا. از اون روزی که ما بهش گفتیم آقا میام روی خط تلفنت با تو صحبت کنم، دیگه تلفن استودیوشو که نمیذاره، هیچ واتساپش هم جواب نمیده، همه جا هم ما رو بلاک کرده. بابا عجب دمو عجب آدم مبارزی هستی تو شارلاتان. آقا بیا بشین همین چهار تا سوالی که اشکان اومد رو خطت رو تلویزیونت، همین چهار تا سوال ما ازت داره، بیا پاسخ اینا رو بده. اما مستند همه ویدیوهاش هم برات میفرستیم. این همه توی برنامه ما ویدیوهای شارلاتان بازی تو گذاشتیم. خب نه اومد این یارو بچه نگاهی ما پستیم کیا بودم پس کو؟ خاک بسترت شهرام همایون که امثال فردوس هخامنش ها، امثال لیلی روشن ها و خیلی های دیگه ای که این همه تلاش کردن فکر میکردن توی بیشور آدمی،
همه رو گذاشتی کنار، یعنی همه از دور شدن و یه مش جونور قاچاقچی و دزد و کلاغ و چاغال و توده‌ای و امثال این آشغالا شدن یار غار تو و همه میگن ما پستیم. خب این مرتضی کسروی ظاهرا دنبال باباش میگرده، داره یه این پایین زیادی مینویسه، اینو زحمت بکشید. راهنماییش کردم، راهنمایی شد به سمت اتاق خواب مریم عزیزی. برید جام کماپور، اگه مطلبی دیگه ای هست اضافه کنید. من مطلبی ندارم، من به سمت خودم از اشکان عزیز دوباره سپاسگزارم که زحمت کشید و دوستان به زودی یک سری سورپرایز داریم براتون خواهید دید. یک سری سورپرایز جالبه. مثلا فکر کنم شهرها گمارین بابا لیندراز خیلی سورپرایز بشن. بابا لیندراز اتوبوسون متوهم در وین خیلی سورپرایز قشنگیه براشون. اما بالاخره دوستان شهرام شارلاتان دیگه پایین خیلی بالا خنده داره. اما من فکر میکنم که داستان شهرام همایون به جای خواهد رسید که به زودی خودش تصمیم خواهد گرفت که تلویزیون رو ببنده. اما آیا قاسمی نظر چیه که بیایم باهاش یه بار دیگه برای یه مناظره دعوت کنیم که یه مبلغی رو تعیین کنیم؟ شاید اومد این چون بهش پول ندی جایی نمیره. من فکر میکنم که آقای شهرام شارلاتان، آقای فردوس هخامنش که قبول کردن گفتن من حاضرم همون سفته هایی که شما بهشون فروختی که بعد پس بگیری پولشون رو بدی 40 یا 50000 دلار، من فکر میکنم که بیا رو همون 50000 دلار میزنیم. اگر شما اومدی اصلا شما نمیخوایی آقا ما میایم تو برنامه. خیلی باطل هزینه شد، خیلی دیگه هم گفتم، ولی حالا رو فقط 50000 دلار آقای آره بخوا. رو 50000 دلار فردوس هخامنش بیا، مثل همون جایی که اومدی با کلاغ چیز گذاشتی که از هرست داشتی خودکشی میکردی با سیگار کشیدن ریز ریخته بودی به هم، این ماش دروغ دقیقا. بذار من اینجا یه فاصله بگم دوستان، خیلی ها دیدم که همین جکوجی رو برای ما پستیم، آقای شهرام همایون تنها کسی است که از شاهزاده رضا پهلوی تقدیم نامه داره. فردوس، قره‌باغی و امثال اینها بی نهایت از شاهنشاه هم تقدیم نامه داشتن، هم درجه داشتن، هم مدال گرفتن، هم جایگاه گرفتن و هم کلی امتیازات رو گرفتن. اما در نهایت چیکار کردن؟ به همون پادشاه خیانت کردن. فردوس کسی بود که از بچگی هرچی شاهنشاه داشت فردوس هم رضا شاه براش میگرفت، بهش میداد، این امکانات در اختیارش بود، ولی خیانت به شاهنشاه در خونش بود. حالا یک تقدیرنامه‌ای که سال 2009 برای یه داستان دیگه داده شده، اتفاقا اون آدم‌های احمقی که دنبال همایونن اینجا باید دینگ دینگ مغزشون صدا کنه که آقا اگه تو حرفت درسته چرا انقدر قسم می‌خوری؟ اگه تو کارت درسته چرا هی میای این کاغذ رو میری جلو دیگه ببینی این به جون مادرم، من اولین کسی هم که از اینا دارم. با بیشور خب نیازی نیست که شما تا حالا دیدید ما بیاییم مثلا از نام شاهزاده یا از نام شاهنشاه بخواییم از نام شاهزاده بخواییم بیاییم مثلا سوء استفاده کنیم؟ نه، ما حرف خودمون رو داریم میزنیم، تو هم بیا حرف خودتو بزن. چرا اینو میاری جلو؟ آقای رامین برو اون تقدیرنامه رو بیار، برو این تقدیرنامه رو میبینید ملت؟ حالا بیاید این سکه حلویه رو بخرید 4000 دلار که خوشبختانه همیش دیگه نمیخره ازت. چون آقای قاسمی یه سری رفت از صندوق عقب ماشینش بیاره یه چیزی بهش بس بود، یادته یه چیزی آویزون بود به این تقدیرنامه. عجب داستانی داریم. خب بریم جام کماپور، اگه مطلبی نیست دوستان. نه دارمان، زنده باشی جام قاسمی، شب شما بخیر. سپاسگزار از همه همراهان دوستان عزیزی که در این برنامه همراه ما بودن، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در هر کجای دنیا که هستید، پاینده ایران و ایرانی و فراز با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان تا دوید دیگر بدون. سپاسگزارم جناب کماپور، وقتتون خوش. خب دوستان یه آهنگ جدید شاهرخ خونده، یه شاهکار جدیده. یعنی آهنگای شاهرخ رو ببینید، بذارید خط قرمز بهتون بگم. خط قرمز اکثر رسانه ها مخصوصا شهرام شارلاتان آهنگای شاهرخ، آهنگای مبارزاتی شاهرخه. پس دوستانی که آهنگ مصرف میکنید، چه استفاده میکنید برای کلیپاتون، برای موزیکاتون یا برای هر چیزی دیگه، آهنگای شاهرخ رو حتما استفاده کنید، روی صفحاتتون بذارید و
مرتب پخش کنید. شاهرخ سرباز هنرمندیه که هیچ وقت از سرباز بودنش برای ایران دست نکشید. بذارید من برم توی تلگرام آهنگ دیروزشو گذاشتم روی فیسبوک رستاخیز، روی تلگرام هم هست، ولی این آهنگشو با هم گوش کنیم. من توی برنامه هم جمع کنم کنم اگر اشکان جان شما من توی برنامه هم هنوز جناب قاسمی بعد زنگ بزنیم. باش باش کنم. مرسی اشکان. خب من این آهنگ شاهرخو بذارم بعد برنامه رو میبندم میام خدمت شما. دوستان لطفا برنامه رو اینو پخشش کنید، این برنامه رو توی فیسبوک. امروز توی اینستاگرام نتونستم بذارم، میگم چرا نمیدونم چرا نشد. بعد بریم آهنگ شاهرخ.